کتاب گویا شرح معاهدات بین المللی است برای آگاهی من و تو، کاری از بخش پژوهشی رادیو اینترنتی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران و با همکاری کمیته دفاع از حقوق کار و کارگر. ماده 15 اصلاحات مجموعه قوانین. 1. مجموعه قوانین می تواند بر اساس رویه مندرج در ماده 14 یا به جز مواردی که به نحو دیگری مقرر گردیده است طبق رویه مندرج شده در این ماده اصلاح شود. 2. اصلاحیه مربوط به مجموعه قوانین می تواند توسط دولت هر عضو سازمان یا گروه نمایندگان مالکین کشتی یا گروه نمایندگین دریانوردان منصوب در کارگاه موضوع ماده 13 به مدیر کل دفتر بین المللی کار پیشنهاد شود. اصلاحیه پیشنهادی توسط یک دولت باید حداقل از جانب 5 دولت عضوی که این مقاوله‌نامه را تصویب کرده اند یا توسط گروه نمایندگان دریانوردان یا مالکین کشتی یا موضوع این بند پیشنهاد یا حمایت شده باشد. 3. پس از تایید این پیشنهاد اصلاحیه ارائه شده با شرایط مندرج در بند 2 این ماده مطابقت دارد. مدیر کل دفتر بین المللی کار باید فوری پیشنهاد ارائه شده را به انضمام نقطه نظرات و توصیه های دیگری که مناسب تشخیص داده می شود همراه با دعوتنامه به تمامی اعضای سازمان ارائه نماید تا آنها ملاحظات یا توصیه های خود را درباره پیشنهاد ظرف مدت 6 ماه یا مدت زمانی دیگری که توسط هیئت مدیر مقرر شده که نباید کمتر از 3 ماه و بیشتر از 9 ماه باشد اعلام نماید. 4. در پایان مدت زمان موضوع بند 3 این ماده پیشنهاد مذکور همراه با خلاصه ای از ملاحظات یا توصیه های ارائه شده به موجب همان بند باید به کارگروه برای بررسی در یک جلسه ارسال شود. اصلاحیه مورد نظر در صورتی مورد پذیرش کارگروه تلقی خواهد شد که: الف، حداقل نیمی از دولت‌های عضوی که این مقاوله‌نامه را تصویب کرده اند در جلسه‌ای که پیشنهاد مورد نظر در آن تحت بررسی قرار می‌گیرد حضور داشته باشند. و ب، اکثریتی که حداقل در برگیرنده اعضای کارگروه باشند و به نفع این اصلاحیه رأی بدهند. پ، این اکثریت شامل آراء مثبت حداقل نیمی از قدرت رأی گروه دولت، نیمی از قدرت رأی گروه دریانورد و نیمی از قدرت رأی گروه مالک کشتی عضو کارگروه باشد که هنگام رأیگیری در مورد پیشنهاد مطروحه در جلسه ثبت نام کرده باشند. 5. اصلاحیه های پذیرفته شده طبق بند 4 این ماده باید در نشست بعدی فراهمایی یا کنفرانس برای تصویب ارائه شود. این تصویب باید در برگیرنده اکثریت آراء نمایندگان حاضر در جلسه باشد. اگر چنین اکثریتی حاصل نشود، اصلاحیه پیشنهادی به کارگروه بازگردانده خواهد شد تا هر گونه مایل است مجدداً آن را بررسی نماید. 6. اصلاحیه های مصوب فراهمایی از طریق مدیر کل به اطلاع تمامی اعضایی که تاریخ ثبت تصویب آنها قبل از تاریخ تایید توسط فراهمایی می باشد خواهد رسید. این اعضا در زیر عنوان اعضای تصویب کننده خوانده خواهند شد. اطلاعیه مربوط باید حاوی اشاره‌ای به این ماده باشد و مدت زمان مورد نظر برای ارائه هر گونه مخالفت رسمی را تعیین نماید. این مدت زمان 2 سال از تاریخ اطلاعیه مذکور می باشد مگر در زمان تصویب فراهمایی مدت زمان دیگری را تعیین نماید که حداقل یک دوره 1 ساله خواهد بود. یک نسخه از اطلاعیه باید جهت اطلاع به دیگر اعضای سازمان ارسال شود. 7. اصلاحیه مصوب فراهمایی به عنوان اصلاحیه پذیرفته شده تلقی خواهد شد مگر اینکه در پایان دوره فوق الذکر مخالفت‌های رسمی که توسط مدیر کل دریافت گردیده است از جانب بیش از 40% اعضایی باشد که این مقابل نامه را تصویب کرده اند و ظرفیت ناخالص کشتی‌های اعضایی که مقابل نامه را تصویب کرده اند حداقل 40% ظرفیت کل جهانی باشد. 8. اصلاحیه‌ای که مورد پذیرش تلقی می شود 6 ماه پس از پایان مدت زمان اعلام شده برای تمامی اعضای تصویب کننده لازم الاجرا خواهد بود به جز اعضایی که به طور رسمی مخالفت خود را طبق بند 7 این ماده اعلام نموده و طبق بند 11 این ماده از مخالفت خود صرف نظر ننموده اند. با این وجود: الف، قبل از پایان مدت زمان مذکور هر عضو تصویب کننده می تواند اطلاعیه ای را به مدیر کل ارائه نماید مبنی بر اینکه تنها پس از اطلاعیه صریح بعدی پذیرش آن نسبت به اصلاحیه ملتزم خواهد شد. ب، قبل از تاریخ لازم الاجرا شدن اصلاحیه هر عضو تصویب کننده می تواند اطلاعیه ای را به مدیر کل ارائه نماید مبنی بر اینکه برای مدت زمان خاصی این اصلاحیه را اجرا نخواهد نمود. 9. اصلاحیه ای که موضوع اطلاعیه موضوع جزء الف بند 8 این ماده می باشد برای عضوی که چنین اطلاعیه ای را ارائه نموده است 6 ماه پس از اعلام پذیرش اصلاحیه به مدیر کل یا در تاریخی که اصلاحیه برای اولین بار لازم الاجرا می شود هر کدام دیرتر باشد لازم الاجرا خواهد شد. 10. مدت زمان موضوع جزء ب بند 8 این ماده نباید بیشتر از 1 سال از تاریخ لازم الاجرا شدن اصلاحیه یا بیشتر از مدت زمانی باشد که توسط فراهمایی در زمان تصویب اصلاحیه معین شده است. 11. عضوی که به طور رسمی مخالفت خود را با اصلاحیه‌ای بیان نموده است می تواند در هر زمان از مخالفت خود صرف نظر نماید اگر اطلاعیه انصراف مزبور توسط مدیر کل پس از لازم الاجرا شدن اصلاحیه دریافت شود اصلاحیه برای آن عضو 6 ماه پس از تاریخی که اطلاعیه به ثبت رسیده است لازم الاجرا خواهد شد. 12. پس از لازم الاجرا شدن یک اصلاحیه مقابل نامه فقط به شکل اصلاح شده خود قابل تصویب می باشد. 13. تا حدی که گواهینامه کار دریایی به موضوعات تحت پوشش اصلاحیه مقابل نامه‌ای مربوط می شود که لازم الاجرا شده است الف، عضوی که این اصلاحیه را پذیرفته است ملزم نخواهد بود مزایای اعطایی این مقابل نامه را در مورد گواهینامه‌های کار دریایی صادره برای کشتی‌های حامل پرچم عضو دیگری تعمیم دهد که: 1. به موجب بند 7 این ماده مخالفت رسمی خود را با اصلاحیه ابراز داشته و از چنین مخالفتی صرف نظر ننموده است، یا 2. به موجب جزء الف بند 8 این ماده اطلاعیه ای را ارائه نموده است مبنی بر اینکه پذیرش آن منوط به اطلاعیه صریح بعدی است و اصلاحیه را نپذیرفته است، و ب، عضوی که اصلاحیه را پذیرفته است باید مزایای اعطایی این مقاوله نامه را در مورد گواهینامه های کار دریایی صادره برای کشتی های حامل پرچم عضو دیگری که به موجب جزء ب بند 8 این ماده اطلاعیه‌ای را ارائه نموده است مبنی بر اینکه برای مدت زمان معین طبق بند 10 این ماده به این اصلاحیه عمل نخواهد کرد تعمیم دهد. ماده 16 زبانهای معتبر. نسخه های انگلیسی و فرانسوی متن این مقاوله‌نامه به طور یکسان معتبر می باشد. مجموعه قوانین و مقررات. عنوان 1. شرایط حداقل سن دریانوردان برای کار بر روی کشتی. مقرره 1. حداقل سن. هدف: تضمین اینکه هیچ فردی پایین‌تر از سن تعیین شده بر روی کشتی کار نمی‌کند. 1. هیچ فردی پایین‌تر از حداقل سن نباید بر روی کار روی کشتی استخدام و یا به کار گمارده شود. 2. حداقل سن در زمان ورود اولیه به نیروی کار طبق این مقاوله‌نامه 16 سال می باشد. 3. در شرایط مندرج در مجموع قوانین رعایت حداقل سن بالاتری ضروری می باشد. استاندارد 1. الف. حداقل سن. 1. اشتغال به کارگیری یا کار بر روی کشتی برای هر فرد زیر 16 سال ممنوع می باشد. 2. شبکاری دریانوردان زیر 18 سال ممنوع می باشد. از نظر این استاندارد کلمه شب طبق قوانین و رویه های ملی تعیین خواهد شد و مدت زمانی را پوشش می دهد که حداقل 9 ساعت بوده و دیرتر از نیمه شب شروع نشده و زودتر از 5 بامداد خاتمه نیابد. 3. مقام صلاحیت دار می تواند استثنایی را مورد رعایت کامل محدودیت کار در شب وضع نماید هنگامی که الف: آموزش مؤثر دریانوردان مورد نظر طبق برنامه و جدول زمانبندی ارائه شده تضعیف شود، یا ب. ماهیت خاص وظایف یا برنامه آموزشی تعیین شده نیازمند این باشد که دریانوردان به طور استثنایی وظایف خاصی را در شب عهدهدار شوند و مقام صلاحیت دار پس از مشورت با سازمانهای دریانوردان و مالکین کشتی مربوط تعیین نماید که کار مذکور به سلامت و رفاه آنها آسیب نخواهد رساند. 4. اشتغال به کارگیری یا کار دریانوردان زیر 18 سال در جایی که احتمالاً برای ایمنی و بهداشت آنها مخاطره آمیز می باشد ممنوع است. نوع چنین کارهایی باید توسط قوانین یا مقررات ملی یا توسط مقام صلاحیت دار پس از مشورت با سازمانهای دریانوردان و مالکین کشتی مربوط و طبق استانداردهای بین المللی مرتبط تعیین شود. دستورالعمل 1. ب. حداقل سن. هنگام تنظیم شرایط کار و زندگی کشورهای عضو باید توجهی خاص را به نیازهای جوانان زیر 18 سال معطوف دارند. مقرره 2.1. گواهینامه پزشکی. هدف: تضمین اینکه تمامی دریانوردان از لحاظ پزشکی توانایی انجام وظیفه در دریا را دارند. 1. دریانوردان تا زمانی که از لحاظ پزشکی برای انجام وظایفشان مورد تایید قرار نگرفته‌اند نباید بر روی کشتی مشغول به کار شوند. 2. استثناها فقط آن گونه که در مجموعه قوانین مقرر شده اند مجاز می باشد. استاندارد 2.1. الف. گواهینامه پزشکی. 1. مقام صلاحیت دار پیش از آغاز به کار بر روی کشتی باید دریانوردان را ملزم نماید گواهینامه پزشکی معتبری داشته باشند که تایید می‌نماید از لحاظ پزشکی توانایی انجام وظایف محوله در دریا را دارند. 2. به منظور حصول اطمینان از اینکه گواهینامه پزشکی به نحو مطلوبی وضعیت سلامت دریانوردان را از لحاظ انجام وظایف محوله منعکس می‌نماید، مقام صلاحیت دار باید پس از مشورت با سازمانهای دریانوردان و مالکین کشتی مربوط و نیز توجه مقتضی به دستورالعمل‌های قابل اجرا بین‌المللی مندرج در بخش ب این مجموعه قوانین ماهیت این آزمایش‌های پزشکی و گواهینامه‌ها را تعیین نماید. 3. این استاندارد هیچ گونه تأثیری بر مقاوله‌نامه بین‌المللی در خصوص استانداردهای آموزش، گواهینامه و مراقبت از دریانوردان مصوب 1978 میلادی ندارد. گواهینامه پزشکی صادره طبق الزامات مقاوله‌نامه فوق الذکر توسط مقام صلاحیت دار از نظر مقرره 1-2 مورد پذیرش می باشد. گواهینامه پزشکی که عین الزامات مزبور را برآورده می کند در مورد دریانوردان غیر مشمول مقاوله‌نامه فوق الذکر نیز مورد پذیرش است. 4. گواهینامه پزشکی باید توسط پزشک واجد شرایط صادر شود یا در حالتی که گواهینامه تنها مربوط به بینایی می باشد باید توسط فردی صورت گیرد که توسط مقام صلاحیت دار برای صدور چنین گواهینامه‌ای واجد شرایط است. پزشکان باید در مورد تشخیص خود در ارتباط با شیوه‌های آزمایش پزشکی استقلال کامل داشته باشند. 5. به دریانوردانی که نتوانستند گواهینامه‌ای را کسب نمایند یا در خصوص توانایی‌های خود برای انجام کار دارای محدودیتی می‌باشند، به ویژه از لحاظ زمان، زمینه کاری یا حیطه شغلی، این فرصت داده خواهد شد تا معاینه دیگری از آنها توسط پزشک مستقل دیگر یا توسط داور مستقل پزشکی انجام شود. 6. هر گواهینامه پزشکی باید به طور خاص تعیین نماید که الف بینایی و شنوایی دریانورد مربوط و نیز قدرت تشخیص رنگ در حالتی که دریانورد در جایی مشغول به کار شده است که عملکرد وی با تشخیص نادرست رنگ تحت تأثیر قرار می‌گیرد کاملا رضایت بخش است. ب. دریانورد مربوط مبتلا به شرایط پزشکی خاصی نمی باشد که احتمالاً با انجام کار در دریا وخیمتر شده و یا باعث به خطر افتادن سلامتی افراد دیگر روی عرشه کشتی شود. 7. مگر در شرایطی که به دلیل انجام وظایفی خاص توسط دریانوردان مربوط یا به موجب الزامات مقاوله‌نامه بین‌المللی استانداردهای آموزش، گواهینامه و مراقبت از دریانوردان مدت زمان کوتاه‌تری مقرر شده باشد، الف گواهینامه پزشکی برای حد اکثر 2 سال معتبر می باشد مگر اینکه دریانورد زیر 18 سال باشد که در چنین حالتی اعتبار گواهینامه پزشکی حد اکثر 1 سال خواهد بود. ب. گواهینامه تشخیص رنگ حد اکثر برای 6 سال اعتبار خواهد داشت. 8. در شرایط اضطراری مقام صلاحیت دار می تواند به یک دریانورد اجازه دهد که بدون گواهینامه پزشکی معتبر تا بندر بعدی محل توقف که دریانورد مورد نظر می تواند یک گواهینامه پزشکی را از پزشکی واجد شرایط دریافت نماید کار کند. مشروط بر اینکه الف مدت زمان مورد نظر برای چنین اجازه بیشتر از 3 ماه نشود، ب. دریانورد مورد نظر دارای گواهینامه پزشکی باشد که به تازگی منقضی شده باشد. 9. اگر دوره اعتبار گواهینامه پزشکی در طول سفر دریایی به اتمام برسد، گواهینامه مذکور تا بندر بعدی محل توقف که دریانورد می تواند گواهینامه پزشکی را از پزشکی واجد شرایط دریافت نماید معتبر خواهد بود، مشروط بر اینکه این زمان بیشتر از 3 ماه طول نکشد. 10. گواهینامه پزشکی دریانوردان شاغل در کشتی‌هایی که به طور معمول در سفرهای دریایی بین‌المللی فعالیت می‌نمایند، باید حداقل به زبان انگلیسی تهیه شده باشد. برای دیدن ویدیوهای بیشتر کانال یوتیوب ما را سابسکرایب کنید، لایک و یا دیسلایک بفرمایید و نظرات سازنده خود را با ما به اشتراک بگذارید.